سلام و فراخبر خوش آمدید در این برنامه. آزادی بیان بزرگترین دستاورد نظام زیر تهدید زورمندان. آیا آزادی بیان در افغانستان را خطرهای سیستماتیک تهدید می کند؟ هتل های چین مسافران 5 کشور مسلمان را نمی پذیرند. سطح خشونت در برابر خبرنگاران در افغانستان نسبت به سال گذشته بالا رفته است. از آغاز سال جاری 60 مورد خشونت بر خبرنگاران ثبت شده و این رقم افزایش 20% را برملا می سازد. در بعد دیگر دست باز مقام های محلی در انجام برخورد خشونت آمیز با خبرنگاران نگرانی های جدی را برانگیخته است که حکومت در برابر آزادی بیان و نگهداری از جان خبرنگاران برخورد دوگانه را در پیش گرفته است. از یک سو بر تقویت آزادی بیان و حفظ جان خبرنگاران شعار می دهد، اما در سوی دیگر عاملان خشونت در برابر خبرنگاران را باز نمی دارد. اما آیا آینده آزادی بیان و فعالیت رسانه ها را در افغانستان خطرهای جدی و سیستماتیک تهدید می کند؟ برای بحث بیشتر در این باره شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری و مجیب خلوتگر رئیس نهاد نی اینجا با من حضور دارند. خیلی خوش آمدین مهمانان عزیز. آقای خلوتگر، ظاهرا تهدیدها در برابر آزادی بیان و فعالیت رسانه ها در افغانستان به سطح نگران کننده ای رسیده است. سلام بر شما جناب آقای مرتضوی و تمامی مخاطبینتان. او رقمی که ارقام ثبت شده از خشونت ها علیه خبرنگاران در دفتر نی حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان نشان میده، ما در هیچ سال به اندازه سال 2016 میلادی تعداد خشونت علیه خبرنگاران را از نظر کمیت نداشتیم، کم ما این که در میان بیشتر از 60 واقعه خشونت علیه خبرنگاران ما بیشتر از 10 مورد قتل را داریم. در 14 سال اخیر هیچگاهی ما شاهد حد اقل 8 مورد قتل نبودیم، ولی سال 2016 ما 11 مورد و در موارد ادام میشه که 12 مورد قتل بوده. این خودش نشان میده که خشونت علیه روزنامه‌نگاری و روزنامه‌نگاران بیشتر شده و هر روز از روز پیشش بیشتر هم میشه. کما این که ما در کنار موارد خشونت علیه خبرنگاران موزلات و مشکلات و چالش های دیگه ای هم داریم، از جمله مسئله مشکلات مالی روزنامه ها و رسانه ها در افغانستان و به اضافه از این مسئله دسترسی به اطلاعات که یک چالش عظیم و کلان است. حالا چی عوامل این زمینه را مساعد ساخته در برابر خبرنگاران این قدر خشونت ها افزایش پیدا کند؟ عوامل مختلف در مورد یا میتونه مسبب خشونت علیه خبرنگاران شوه و در افزایش از این نقش داشته باشه. خود به افزایش ناامنی در سراسر افغانستان به صورت بسیار طبیعی و خودکار میتونه خشونت علیه روزنامه‌نگاران را بالا ببره، سطح شوه و گراف شوه. در کنار از این من فکر میکنم یک دید دوگانه برای آزادی بیان و برای آزادی رسانه ها و خود حمایت از رسانه ها در درون حکومت افغانستان وجود داره. تعداد از نهادها بسیار به صورت واضح یک دید استخباراتی بر آزادی بیان دارند که خودش به نحوی میتونه اما هم ادعای حمایت رسانه ها و آزادی بیان از جانب حکومت افغانستان زیر سوال ببره. مسئله دیگه مسئله چگونگی مدیریت چرخش آزاد اطلاعات از طرف نهادهای امنیتی است و اوامری که از نهادهای کارگزار در زیر مجموعه امنیتی صادر میشه و این خودش باعث شده که خشونت علیه روزنامه نگاران بالا بره. و من فکر میکنم که خود ای که طالبان به روزنامه‌نگاران و برای آزادی بیان به عنوان دشمنایشان نگاه میکنن و این نگاه هر روز از روز پیشش ژرف‌تر و عمیق‌تر میشه، این هم نقش بارز و بسزایی داره. آقای مرتضوی، خلاف تعهدات و شعارهای حکومت افغانستان دیده میشه انجام کار خبرنگاری برای خبرنگاران و روزنامه‌نگاران در افغانستان دشوارتر از پیش گردیده و این در واقع اراده حکومت در حمایت از خبرنگاران زیر پرسش برده است. با سلام خدمت بینندگان محترم تلویزیون، جناب آقای خلوتگر، همکاران شما. آقای خلوتگر به عنوان کسی که در یک نهاد معتبر کار میکنه و همیشه ناظر بر وضعیت کار رسانه ها هست، هم از طرف حکومت و هم از طرف رسانه های آزاد، در جریان هست که از زمانی که رئیس جمهور مراسم تحلیف انجام داده چند کار بسیار مهم در حمایت از آزادی بیان صورت گرفته. یک از کارها توشیح قانون دسترسی به اطلاعات است. این قانون سبب میشه و یک فرصت را فراهم میکنه که تا خبرنگاران تحقیقی
بتواند به موقع معلومات را که نیاز داره از اداره های مختلف به دست بیاره. یک دستاورد بسیار مهم بود که دقیقا یک روز پس از مراسم تالیف امضا شد. گام مهم دیگه دوسیه های قتل و خشونتی بود که علیه خبرنگاران صورت گرفته بود که کلن به فراموشی سپرده شده است. فعلا در کمیته تقنین زیر نظر معاون دوم ریاست جمهوری کار شروع شده، در همکاری با اتحادیه های خبرنگاری هست و وزارت اطلاعات فرهنگ هم در این برنامه دخیل هست که این کار هم جریان داره. کار سومی که صورت گرفت پس از رویدادی که بالای کارمندان تلویزیون طلوع صورت گرفت و تهدیدات علیه خبرنگاران جدی شد، در حکومت یک بحث بسیار جدی مطرح شد که چگونه ما می توانیم کمک کنیم که امنیت دفاتر خبرنگاران و خبرنگاران بهتر شود و اینا در مسئولیت باشد، که طرز العمل مسئولیت برای خبرنگاران در جلسه شورای امنیت در هفته گذشته نهایی شده و به زودی در همکاری با نهادهای خبرنگاری در معرض همه قرار میگیره، در اختیار همه قرار میگیره که بسیار کمک میکنه هم در کابل و هم در ولایات، که نهادهای امنیتی در همکاری با مسئولین نهادهای خبرنگاری چگونه میتونن کمک کنن تا امنیت دفاتر خبرنگاران و خبرنگاران تامین شود. اما آقای مرتضوی، این در حد حرف است، در عمل دیده میشه که خشونت در برابر خبرنگاران در افغانستان خیلی افزایش پیدا کرده و این به پیشینه از در 16 سال اخیر به گفته آقای خلوتگر. ما اجازه بدین کوتاه دو مورد دیگر هم اشاره میکنم. در از اول بهار تا حالا دو نشست بسیار مهم رئیس جمهور با رسانه ها داشته که خبرنگاران سراسر کشور بود، که در همکاری با اتحادیه های خبرنگاری صورت گرفت و در اون مشکلات خبرنگاران بیان شد. رئیس جمهور حتی وعده دادن که صندوق حمایت از خبرنگاران شما حیات عمومیشان رو جور کنین، ما حمایت میکنیم و تاجران رو تشویق میکنیم که برای این صندوق منابع مالی تامین شود. کار دیگه دادن معلومات به موقع از طرف حکومت است. روزانه حداقل همکاران ما در دفتر سخنگوی ریاست جمهوری به 80 تلفن رسانه های مختلف از کابل و ولایت پاسخ میده. تمام سخنگویان وزارتخانه ها مکلف است که به سوالات خبرنگاران پاسخ بده. تمام سخنگویان والی ها موظف است که پاسخ بده. در یک مورد وقتی یک سخنگویان یک از نهادها در کابل با رسانه ها همکاری نکردن برکنار شده و هر موردی را که رسانه ها شکایت داشته باشد از سخنگویا اونا برخورد میشه. اما چرا باز هم خشونت ها در برابر در مورد خشونت ها میزانش بالا رفته؟ بله. در مورد خشونت ها ما همین امروز جلسه داشتیم، سخنگوی محترم وزارت داخله بودند، دفاع بودند، از امنیت ملی و ارگان های محل، و بحث ما این بود که چگونه ما میتونیم در همکاری با نهادهای خبرنگاری این مشکلی را که در برخی موارد پیش می آید، برخورد احیانا صورت می گیرد سوی کدام سرباز یا کدام نیروی امنیتی، ما این مشکل حل کنیم. امروز ارگان های محلی به تمام والی ها یک مکتوب متحد المال فرستاده که در هر ماه والی یا معاون والی نشست مشترک در سطح ولایت با خبرنگاران داشته باشد که چگونه یک همکاری مشترک داشته باشد. وزارت داخله به تمام قماندان های امنیه هدایت امشب میده که چگونه میتونن همکاری مشترک با رسانه ها داشته باشد. نیم ساعت پیش ریاست جمهوری اعلامیه‌ای را نشر کردن در مورد رویداد بامیان که ما خلوتگر صاحبم در جریان قرار دادیم، که ادعای که از طرف خبرنگاران مطرح میشه، نگرانی هایی که نهادهای خبرنگاری داره، اینا هم بررسی میشه. ارگان های محل در همکاری با والی بامیان این موضوع بررسی میکنه، گزارش به رئیس جمهور میدن و بعدا ما با نهادهای خبرنگاری و رسانه ها شریک میکنیم. آقای خلوتگر، حکومت در حمایت از خبرنگاران تعهدش جدی و قاطع است. آقای مرتضوی موارد را به عنوان کارهای انجام شده در حکومت وحدت ملی به مثابه حمایت از خبرنگاران برشمردند. در زمینه قانون دسترسی به اطلاعات، بله، روز دوم یک روز پس از سوگند دو رهبر حکومت وحدت ملی، قانون دسترسی به اطلاعات از طرف رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان توشیح شد. اما بیاین ببینیم در دو سال گذشته چه کاری در زمینه چرخش آزاد اطلاعات انجام شده. ما در یک گروهی از روزنامه‌نگاران و افراد ملکی و شهروندان عادی یک کمپاین یا کارزاری را برای انداختیم، دفتر نی، و در یک کارزار افراد به نهادهای دولتی مراجعه کردن به خاطر دسترسی به اطلاعات. در موارد در بسا از موارد متاسفانه مورد اهانت قرار گرفتن. این افراد نه به عنوان روزنامه‌نگار بلکه به عنوان شهروندان عادی به نهادها مراجعه میکردند. اطلاعات امنیتی هنوز که هنوز از در بسا از موارد در دسترس شهروندا و روزنامه‌نگاران و متعاقباً به دسترس شهروندان نیست. ما از حادثه قندوز تقریبا یک سال میگذره، کمیسیونی که اونجا موظف شد و کمیسیون در ظرف حوالی دو ماه کار خود انجام داد،
یعنی ما بیشتر از 9 ماه میشه ولی نمیفهمیم نتیجه کار کمیسیون حادثه کندوز چی بوده. دسترسی به اطلاعات اینچنینی محال است در حکومت افغانستان. با وجود پس این شعارهای حکومت وحدت ملی از بهره چی است در حمایت از آزادی بیان و قرار دادن اطلاعات در اختیار رسانه ها؟ میتواند دو تا سناریوی کاملا متفاوت باشه. اولین سناریویی که بله، کسایی که در رأس حکومت وحدت ملی قرار دارند بیشتر به مذاق کشورهای کمک کننده بلد هستند و کارهایی را به شکل ظاهری انجام میتن و فقط در یک لیست کلانی میخواین تکمارک و اصطلاحاً سادسایی بکنن. این یک سناریو. سناریوی دوم میتونه ای باشه که ما برخورد دوگانه از در حکومت رهبری در حکومت وحدت ملی داریم، یعنی رهبری حکومت وحدت ملی کارهایی که مربوطشان میشه را انجام میتن. این البته یک سناریوی بسیار خوشبینانه است، اما کسایی که در جایگاه عمل و برخورد با رسانه ها قرار دارن، اونا متاسفانه او رقمی که رهبرای حکومت وحدت ملی دارن برخورد میکنن با رسانه ها و با آزادی بیان به عنوان یک ارزش، او رقم نیست. در مورد دوسیه های خشونت علیه خبرنگاران، بله، کمیسیون ایجاد شد. در این کمیسیون یک عضوش از طرف رسانه ها و جامعه رسانه ای ما بودم. تمام دوسیه از طرف کمیسیون بررسی شد. وقتی بر ریاست امنیت ملی افغانستان و بر وزارت داخلی افغانستان، به سارنوالی افغانستان، به دادگاه عالی و وزارت خارجه و به ناتو سپرده شد، بیشتر از 2.5 ماه میشه هنوز از هیچ نهاد بر ما تایید کار و جریان کار روی دوسیه ها هنوز نامده. مسئله طرز العمل مسئولیت، شما ببینین باز موارد از طرف حکومت وحدت ملی متاسفانه او رقمی که بر ما معلوم میشه، حداقل باور ما است، بسیار واکنشی است. ما شاهد مشکلات در بامیان بودیم، بعد با واکنش این مسئله که مثلا کارگروه یا کمیسیون ایجاد میشه، مسئله بامیان بررسی میکنه، با والیان در مجموع هدایت داده میشه برخورد با رسانه ها چی رقم باشه، ماهوار دیدن کنن. ما حکومت را که واکنشی برخورد کنه به نظر ما شاید در موارد ناکارا بدانیم، به خاطر که حکومت به خصوص در سطح رهبری اونا باید پالیسی بسازن پیش از این که مشکل پیش بیایه، به اون مشکل پیش از پیش آمدنش رسیدگی شوه. برداشت ما همین است که یک برخورد دوگانه است. آقای مرتضوی، آقای خلوتگر باور ندارد به حرفای شما و برنامه های حکومت وحدت ملی در حمایت از آزادی بیان و قائل شدن حکومت وحدت ملی به پدیده آزادی بیان به عنوان یک ارزش؟ خب، در بسیار موارد ما انتظار داریم که قضاوت و برخوردها منصفانه باشد. خود شما به حیث یک کسی که در یک رسانه مطرح کار میکنین، گردانندگی یک برنامه مهمه دارین، هر وقت که رسانه شما از ما یا همکاران ما سخنگویان وزارتخانه ها معلومات خواسته، حتی اگر سخنگوی وزارت حاضر نشده، ما شخصا تلفن کردیم، پیگیری کردیم که با رسانه ها همکاری کنین، معلومات در اختیارشان قرار بدیم. اما برخی موارد آقای خلوتگر مثال زدن، حکومت وحدت ملی در واقع نخواستند تا بسیاری از موارد همگانی شود و اطلاعات داده شود در این موارد به رسانه ها. درست. کمیسیون حقیقت یاب رویداد سقوط ولایت کندوز کجاست گزارش؟ در مورد رویداد کندوز فقط یک مورد است، ده ها مورد دیگر اجازه وجود دارد. ببین، ما وقت قانون دسترسی به معلومات نافذ شده داریم، قانون رسانه های همگانی را داریم و این قانون دست ما رو باز گذاشته در یافتن معلومات و اطلاعات، اما تطبیق نمیگردد. اجازه بدید، فقط بسیاری از مقام های دولتی از دادن اطلاعات به خبرنگاران سر باز میزنند. به هیچ وجه. ببین، ما در رسانه قبلا کار میکردیم، بیش از 50 گزارش تحقیقی را. آقای خلوتگر مثال زدن، حتی در برخی موارد توهین صورت گرفته در برابر خبرنگاران. اگر به اندازه‌ای که سوال میکنید، به اندازه‌ای که نهادهای دولتی، آقای خلوتگر، به اندازه‌ای که سوال میکنید به ما هم اندازه جواب بدید. آقای خلوتگر، حرفای شما اصلا سازگاری نداره. آقای خلوتگر نیستم در برابر خبرنگاران در جامعه بگفته. فقط به اندازه‌ای که سوال میکنید به ما اندازه، به ما اجازه اگه بدید. قانون دسترسی به اطلاعات نافذ است، قانون رسانه‌های همگانی نافذ است، اما تطبیق نمیگرده. اجازه بدین، ما به حیث یک خبرنگار بودیم در یک رسانه مطرح، بیش از 50 گزارش تحقیقی ما کار کردیم. ادامه فراخبر پس از وقفه کوتاه ببینید. چرا حرف تا عمل حکومت وحدت ملی در اجرا و تطبیق قانون دسترسی به اطلاعات در واقع یکسان نیست؟ واحد حکومت برخورد نداره در این باره.
ببینید ما از یک وضعیت عبور کردیم، اومدیم در یک مرحله قرار گرفتیم. ما زمان طالبا بود، یک زمان تک صدایی بود، تنها یک رادیو شریعت بود، یک نشریه داشت به نام ضرب مؤمن. فعلا ما اومدیم صدها عنوان رسانه داریم. در قانون دسترسی به اطلاعات و استفاده از آن زمان میتونه به یک فرهنگ بدل شوه و همچنین دادن اطلاعات زمان میتونه به یک فرهنگ بدل شوه که نهادهای خبرنگاری، رسانه ها و حکومت مشترک کار کنند که تا این قانون رو بتونن تطبیق کنند. از طرف حکومت یا آمادگی مطلق وجود داره. ما یک چیز خدمت شما و خلوتگر سمیخ مرس کنیم. خیلی خوب، فقط یک دقیقه آماده تطبیق فقط این قانون است. بله بله. و تعهد داره در حمایت ما در هفته الان مردم میخواین بفهمن در چارچوب همین قانون نتیجه گزارش کمیسیون حقیقتیاب رویداد ولایت کندوز کجاست؟ نتیجه گزارش کمیسیون حقیقتیاب حمله بالای ریاست رجال برجسته دولتی کجاست؟ نتیجه کمیسیون حقیقتیاب رویداد شاهشهید کابل کجاست؟ از این دست موارد زیاد وجود داره. به اساس همین قانون حالا مردم میخواین بفهمن نتیجه این گزارش ها در کجاست؟ حق مردم است، حق مردم است. اطلاعات، دسترسی به اطلاعات حق قانونی و مسلم مردم و رسانه هاست. اجازه بدین که ما توضیح بدیم. ببین ما ده ها اداره داریم، هر اداره مسئولیت داره که در مورد کارکرد خود فعالیت که انجام میدن به رسانه ها و مردم افغانستان توضیح بدن. ما در هفته حداقل با سه گروه از سخنگویان، مسئولین اطلاعات و نشرات وزارتخانه ها و اداره ها جلسه داریم که اینا چگونه با رسانه ها معلومات ارائه کنن. ما همین روز با سخنگویان بخش امنیتی و سیاسی جلسه داشتیم و موضوع بحث ما می بود شما از هر اداره ای که میخواین معلومات به دست بیارین، هر رسانه و هر خبرنگاری، خلوتگر صاحب ما همینجا در حضورش قول میدیم هر رسانه ای که میخواد در یک مورد تحقیق کنه و گزارش تحقیقی بسازه، اگر او اداره پاسخگو نبود اما لازم ما در جریان قرار بده. من شخصا همین موضوع را پیگیری میکنم و به وادار میدیم که اداره وادار شود که معلومات در اختیار شما قرار بدن. یعنی خوب است که شما از هر اداره معلومات بخواین، اگه حاضر نشد با ما مراجعه کنن، ما حتما موضوع پیگیریم. آقای خلوتگر از شما میشنویم. من فکر میکنم در مورد، اگر گپ زیاد آشیه روی نکنیم، در مورد حادثه کندوز شما حتما شاهد هستین که یکی از رؤسای کمیسیون بررسی حادثه کندوز چندین بار حکومت را به چالش کشید و این مسئله را اذعان داشت که گویا اگر فلان کار به میل از اونا انجام نشه اینا گزارش اصلی را ارائه میکنن. این به این معنا که در کنار آن چه ارائه شده یک گزارش دیگه هم وجود داره. ما از دید زیرساختی بیاین ببینیم آیا در بودجه سال آینده وزارتخانه ها بودجه برای نهاد یا دفتر ارائه معلومات در کنار دفتر سخنگویی در وزارتخانه وجود داره؟ حداقل از چند وزارت که من معلومات دارم چنون بودجه هنوز جای به جای نشده، در حالی که یا بودجه گذاری نشده، در حالی که از قانون دسترسی به اطلاعات دو سال مگذره است توشیش قرار باید قرار به این بود که این نهادها شروع به فعالیت میکردن. مسئله چگونگی ارائه اطلاعات در کنار این زیرساختها، شما برین مثلا در بانک مرکزی وقتی بخواین در مورد آنچه در کابل بانک مگذره و آنچه در کابل بانک گذشته معلومات حاصل کنین، صادقانه کی بر ما معلومات میده؟ زمانی که آقای مرتضوی در یک رسانه واقعا معتبر حضور داشتن قطعا خودشان هم در جریان چالش های دسترسی به اطلاعات بودن. کسی که در رأس کارهای تحقیقی قرار داشت و تحت نظر ایشان کار میکرد بارها مراجعه کرده بودند به دفاتر حمایتی به خاطر که دچار مشکل دسترسی به اطلاعات بودند. آیا کس میدانه قراردادهایی که برای خانواده های رهبرای حکومت وحدت ملی داده شد و دوباره قسمتش پس گرفته شد مسئله از چی قرار بود؟ ما به این اطلاعات دسترسی قانون دسترسی به اطلاعات چیست؟ امور رقمی که ما گفتم یا ای که رهبران حکومت وحدت ملی میدانند با کسایی که اونا را تمویل میکنند چگونه برخورد کنند، یا ای که رهبرای حکومت وحدت ملی و نهادهای مرتبطشان باورمند هستند به آزادی بیان ولی زیر مجموعه ها چون این کارهایی را انجام نمیتن و باور از اونا عمل نمیکنند. حالا به گفته آقای مرتضوی زمانگیر است تطبیق کامل این قانون در جامعه؟ قطعا زمانگیر است، ولی حداقل بیاین ببینیم کدام کار انجام شده. کمیسیون نظارت بر دسترسی به اطلاعات ایجاد شد ولی واقعا اگر دفاتر حمایتی رسانه ها نمی بود واقعا ایجاد می شد؟ آموزش هایش دفاتر انجام داده؟
میز و چوکی و کامپیوتر شهید دفاتر داده. حکومت واقعا در این زمینه چی کار را انجام داده؟ ما و میخوایم بگوییم که وقت ما این موارد را مطرح میکنیم، قطعا طرف ما شخص آقای مرتضوی نیست، به خاطر که اینا هم رزم سابق ما و همکار سابق ما هستند. قطعا نهاد به نام حکومت است، حکومتی که ادعا میکنه طرفدار آزادی بیان است. آقای مرتضوی، در بحث دیگر، چرا عاملان خشونت در برابر خبرنگاران مورد بازپرس قرار نمیگیرند؟ چرا از رئیس شورای ولایتی هرات پرسیده نمیشه که با کدام حق مانع نشر مطلب در مورد خودش در روزنامه 8 صبح گردیده و با کدام حق خبرنگار را تهدید تا مرز مرگ میکند؟ ببینید، تنها شاید مورد هرات نباشد، ما مورد خیلی جدی است. خب شما وقت سوال میکنید، اجازه بدین که من توضیح بدم. شما هم با سوال بپردازیم. من سوال شما، اجازه بدین که من توضیح بدم. ما خودم وقتی در روزنامه بودیم، گزارش در مورد امی عضو شورای ولایتی یا رئیس شورای ولایتی هرات ما نشر کردیم، یعنی هیچ حراسی نداشتیم، عالم امی تهدید وجود نداره. تا مرز مرگ تهدید کرده خبرنگاران روزنامه 8 صبح. ببینید، به هیچ وجه هیچ کسی نمیتونه در افغانستان فراتر از قانون عمل کنه. هیچ کس نمیتونه اینجا در برابر رسانه رئیس شورای ولایت هرات فراتر از قانون کار انجام داده در برابر یک روزنامه خیلی معتبر. چرا این مورد بازپرس قرار نمیگیره؟ چرا تا حالا آزادانه گشت و گذار داره در ولایت هرات آقای علیزایی؟ خب ببینید، روزنامه 8 صبح به عنوان یک روزنامه مطرح میتونه رسما شکایت درج کنه. رسمان میتونه شکایت درج کنه و به نهادهای عدلی و قضایی رسمان میتونه شکایت درج کنه و حکومت موظف است که به شکایت رسیدگی کنه. ما اعتراض صورت گرفته، اعتراض سفید از جانب روزنامه هر صبح، مسئولیت حکومت است تا در این مورد مسئولیت کارهای انجام بده و رئیس شورای ولایتی ایراد مورد پیگرد قرار دهد. بحث آزادی بیان، بحث حمایت از رسانه‌های آزاد مسئولیت جمعی همه مردم افغانستان است. آزادی بیان دستاورد تنها یک فرد یا یک حکومت نیست، دستاورد و محصول مبارزات طولانی مردم افغانستان است. همه ما و شما موظف هستیم که از آزادی بیان و آزادی و فعالیت آزاد رسانه‌ها حمایت کنیم. در صورت حکومت همسو با ما باشد. حکومت ببینید، وقتی حکومت قانون می توشح میکنه، وقتی ما قانون رسانه‌ها رو داریم، قانون اساسی رو داریم، قانون دسترسی به اطلاعات داریم، بله اجازه بدین. ما وقتی همه قوانین داریم در رای تطبیق باید همه ما و شما همکار باشیم. خیلی سپاس. تنها مسئولیت حکومت هم نیست. ممنون از حضورتان در برنامه مهمانان عزیز و سپاس گذارم از شما بیننده‌ها. هم در اخیر خبر کوتاه. سه هتل ارزان قیمت در شهر گوانجای چین که قیمت هر اتاق آنها برای یک شب 23 دلار است، هشدارهایی از پلیس این کشور دریافت کرده و از پذیرش مسافران از سوریه، عراق، ترکیه، پاکستان و افغانستان منع شدند. کارمندان یکی از این هتل ها در تماس تلفنی بر رویترز میگویند که علت را نمیدانند، اما فقط نمیتوانیم این افراد را پذیرش کنیم. اما گزارش های وجود دارد که به دلیل برگزاری نشست در گوانجو، تدابیر امنیتی در این شهر افزایش یافته